چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه هم کلامت و برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت تو. شفا بخشه درد و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد ابدی و است تمامی کلامت آیا یفتا همونطور که گفته بود دخترش رو به عنوان قربانی سوختنی تقدیم کرد یا نه؟ چرا تایفه افرایم همیشه مشکل آفرین بودن و با تصمیم های رهبران مخالفت می واکنش یفتا نسبت به رهبران افرایم چی بود و چرا با واکنش جد اون فرق داشت؟ سلام عرض می کنم خدمت شما بینندگان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید در این برنامه ما تمام کتاب های کتاب مقدس رو مطالعه خواهیم کرد از پیدایش تا مکاشفه کلام زنده و غنی خدا که اگر بهش توجه کنیم نیکردار خواهیم شد میخوام شما رو تشویق کنم که کتاب مقدس در دست رست داشته باشید و به همراه خانواده این برنامه را تماشا کنید تا بتونید یک بررسی سودمند و جامع از کلام خدا داشته باشید در این مطالعات به کتاب داوران رسیدیم که دومین کتاب تاریخی در عهد عتیق هستش و تا به اینجا به فصل 11 رسیدیم و امروز از آیه 29 تا آیه 7 فصل 12 رو بررسی خواهیم کرد اجازه بدید به مهمانانمون در استودیو که به ما افتخار دادن خوش آمد ارز کنم برادر صفت عزیز، سلام بر سلام, سلام ممنون همچنین برادر محب سلام ممنون همچنین به هزار گرامی هم خیر مقدم عرض می کنم سلام به همگی شما برادر صفت اجازه بدید از آیه 29 فصل 11 بخونم کتاب مقدس می آنگاه روح خداوند بر یفتا آمد و با ارتش خود از جلعاد و منسی گذشته به مصفح جلعاد آمد و در آنجا برای حمله آماده شد یفتاح نصر کرد که اگر خداوند به او کمک کند که امونیان را شکست بدهد در وقت بازگشت به وطن اولین کسی را که از خانه او بیرون بیاید به عنوان قربانی سوختنی برای خداوند تقدیم کند پس یفتاح برای حمله به امونیان از رود گذشت و خداوند او را پیروز گردانید در یک حمله ناگهانی با کمک خداوند آنها را شکست داد و بیست شهر ایشان را از ارویر تا منیت تا آبیل کرامیم از بین برد و همه مردم را به قتل رساند به این ترتیب امونیان از دست اسرائیل شکست خوردند بعد از آن یفتاه به خانه خود در مسفح برگشت یگان دختر او در حالی که رقص میکرد و دایره میزد به استقبال او از خانه بیرون آمد یفتاه به غیر از او پسر یا دختر دیگری نداشت وقتی چشم یفتاه بر دخترش افتاد یقه خود را پاره کرد و گفت آه ای دخترم تو مرا به چه دردسر بزرگی انداختی زیرا از قولی که به خداوند دادم نمیتوانم صرف نظر کنم دخترش به او گفت پدر جان مطابق قولی که به خداوند داده ای رفتار کن مخصوصا حالا که خداوند انتقام ما را از دشمن ما یعنی امونیان گرفته است اما دو ماه به من مهلت بده تا بر کوها گردش کنم و با دوستانم ماتم بگیرم چون دیگر نمیتوانم ازدواج کنم پدرش گفت برو آن دختر برای دو ماه از خانه پدر خود رفت و با دوستان خود برای گردش به کوه ها رفت و به خاطر اینکه با کره از دنیا خواهد رفت ماتم گرفت بعد از پایان دو ماه نزد پدر خود برگشت و پدرش مطابق قولی که به خداوند داده بود رفتار کرد آن دختر به راستی هرگز عروسی نکرد از آن به بعد در اسرائیل برای مردم عادت شد که دختران جوان هر سال برای چهار روز میرفتند و برای دختر یفتاه جلادی ماتم می گرفتند. یک داستان غمانگیز با جزیات تکان دهنده پیش از اینکه به جزیات بپردازیم میخوام درباره اصول کلی نز کردن ازتون بپرسم. آیا ادا کردن نظر یفتاه کار درستی بود؟ ما قبلا فهمیدیم که پیشینه یفتاه چندان هم روشن نبود چون اون پسر یک، روسپی بود و از خونه بیرونش کرده بودند. بعدها هم با اشخاص بدی رفت و آمد می کرد. همه این چیزها احساسات متفاوتی رو در یفتا ایجاد کرده بود. برای همین چیزی گفت که هرگز نباید به زبان می آورد. گفت که اگه خدا اونو بر دشمنانش پیروز کنه اونم نخستین کسی که از خونش بیرون بیاد رو به عنوان قربانی سوختنی تقدیم خواهد کرد. طبیعتا این یه اشتباه بزرگ از یفتاه بود. آیا یفتاه به این فکر نکرده بود که وقتی میگه هر کسی که از خونش بیرون بیاد خب ممکنه همسرش یا دخترش یا کس دیگه ای از عزیزانش باشه در حقیقت دانش یفتاه از کلام مقدس خدا قابل تحسینه و ما در قسمت قبلی یفتاه رو تحسین کردیم اما انگار خداوند کتاب مقدس رو نشناخته بود خداوند کتاب مقدس پیروزی رو بر پایه این موضوع عطا نکرد خداوند ما پیروزی و موفقیت رو محض فیضش به ما عطا میکنه اینکه بگیم خودتو فلان کارو کنی من از فلان کارو این اصلا قابل قبول نیست خداوند ما اینطوری نیست او ثروتمند و سخاوتمنده بدون چشم داشت و با سخاوت عطا میکنه یفتا گفت اگه منو پیروز کنی منم هر کس رو که از خونم بیرون بیاد قربانی میکنم طبیعتا یفتا عجله کرده بود یفتا شتاب زده این نظر رو کرد و خب درست نبود که چنین نظری بکنه یفتا که رسید دخترش با شادی از خونه بیرون اومد اون شروع به نواختن دایره و رقصیدن کرد چون منتظر بود که پدرش با پیروزی برگرده مطمئنا وقتی یفتاه دخترش رو دید قلبش پاره شد دخترش ازش پرسید چی شده بابا و یفتاه بهش گفت برای خدا نصر کرده که هر کس از خونش بیرون بیاد به عنوان هدیه برای خداوند قربانی کنه هر چند خداوند در کلام مقدسش قربانی کردن انسان رو قدغن فرموده بود و این امکان وجود داشت که یفتا از حرفش برگرده ولی ظاهرا یفتا شخصیت سرسختی داشت اون میگفت من آدمیم که از حرفی که زدم بر نمیگردم پس حرفش پس که اشتباه کرده بود پذیرش حقیقت یک فضیلت یفتاه باید از گناهش توبه میکرد ولی ظاهرا شخصیت و محیط سخت و خشن زندگیش اونو سرسخت کرده بود خب دخترش از خداوند آموخته بود که باید مطیع خداوند باشه برای همین پذیرفت که تسلیم خواست پدرش باشه اون قبول کرد برادر محب من یک سوال جنجال برانگیز از شما دارم آیا یفتاح واقعا دخترش رو قربانی کرد ولی پیش از اینکه پاسخ بدید لطفا یه دیدگاه کلی درباره نسل ها بفرمایید آیا اکنون در پرتو نور مسیحیت درسته که ما نظر کنیم و متعهد به بجا آوردن نظر باشیم ما مفهوم نظر رو در عهد می میبینیم که شخص هم میتونه خودشو رو خداوند بکنه یا دیگران و اشیاء رو وقف کنه یعنی شخص اعلام میکنه که من همه چیز دارم و بخشی از چیزهایی که تو به من دادی رو تقدیمت میکنه یا در ازای چیزایی که به من دادی یعنی در ازای چیزی پس مشروطه ولی در عهد جدید همه زندگی شخص ایماندار و تمام داراییش مال خداوند شده پس طبیعیه که همه زندگی من وقف خدا بشه یعنی وجودم و هرچه که دارم در عهد جدید درست نیست که برای خداوند نظر کنیم چون من به طور کامل با هرچی که دارم مال خداوندم مثلا گاهی میشنویم که نفر میگه اگه پسرم موفق بشه در رابطه با جنبه عملی کار منظورمه اگه پسرم موفق بشه من هزار دلار به خداوند میدم یا اگر دخترم ازدواج کنه من هدیه‌ای به خداوند میدم حالا اگه این اتفاق نیفته و پسر موفق نشه یا دختره ازدواج نکنه اون وقت چی؟ آیا به این معناست که اگه خداوند از من پول بخواد بهش ندم؟ این کار کاسبیه و شایسته خدایی که با فیض با ما معامله کرده نیست خدا صاحب همه چیزه و حق مطلق داره من واقعا اهالی مقدونیه را تحسین می کنم که پولس دربارشون میگه اول خود را به خداوند تسلیم کردن در نتیجه با سخابت هدیه میدادند چون این کلام رو می دونستن که از مال تو به خودت داده ایم حالا برامون لطفا بفرمایید که آیا دختر یفتا واقعا قربانی شد؟ قطعا هر چند که خداوند به قومش در خروج بیست سیزده هشدار داده بود و به روشنی در شریعت فرموده بود که قتل مکن همچنین در تصنیه دوازده خدا به قوم هشدار داد که پسرانشون رو قربانی نکنند چون این کار زشت کافران بود و متاسفانه به قوم خدا هم سرایت کرده بود در دوران مختلف اونا فرزندانشون رو در آتش می تا به خدایان تقدیم کنند خدا علیه این کار بهشون هشدار جدی داده بود و تنها باری که در تمام تاریخ خدا از بشر چنین چیزی رو خواست از ابراهیم بود و فرمود پسر عزیزت اسحاق را که خیلی دوست میداری بردار و به سرزمین موریا برو آنجا او را بر روی کویی که به خواهم داد برای من قربانی کن و بعد بله هم نجاتش. برای ابراهیم فراهم کرد تا جایگزین اسحاق بشه خدا اجازه نداد اسحاق کشته بشه اما یفتا شتاب زده نصر کرد با اینکه دانش کتاب مقدسی داشت ولی همچنین یک آیه دیگر هم در کتاب لاویان 27 هست که میگه وقتی کسی به خاطر دیگران برای خدا نظم میکنه اگر اون شخص مزکر و بالای 20 سال باشه باید پنجاه سکه نقره براش بپردازه و اگر معنیست باشه باید سی سکه نقره بپردازه یفتا میتونست راه جایگزی میتونست رو پیدا کنه پول نقره رو بده تا کفاری دخترش باشه و از قربانی شدنش جلوگیری کنه ولی یفتا عملا به چیزی که گفته بود التزام داشت هرچند این نظر هرگز مطابق با فکر خدا نبود در واقع دیدگاهی هست برادر عیاد که میگه یفتا دخترش رو قربانی نکرد و اونو به عنوان قربانی سوختنی به خدا نداد بلکه اونو به عنوان یک باکره نظر کرد تا ازدواج نکنه و وقف خدا باشه این افراد میگن که دختر یفتا ازش خواست که بره ماتم بگیره ولی نه برای زندگیش بلکه برای باکره بودنش یعنی وقت خدا شده بود مطمئنا وقت خدا بودن باعث شادیه نه اینکه اندو ایجاد کنه و دختران و به بندازه یعنی به نظر من یفتاه دخترش رو قربانی کرد ولی کاش این دیدگاه درست بود و اونو قربانی نمیکرد چون درد دردامر... ولی حتی اگه دخترش رو قربانی کرده باشه نه کتاب مقدس و نه خداوند این کلام متهم نمیشن بله بلکه یفتا مورد اتهامه چون دچار کج فهمی شده بود و در واقع ثبت شدن این موضوع در کتاب مقدس به منزله تایید این کار نیست و به دستور خدا این داستان نوشته شده مثل لغزشهایی خیلی از مردان خدا که کتاب مقدس ثبت کرده نه برای اینکه اونا رو تایید کنه بلکه تا هوشداری برای ما باشه در مقابل اشتباه هرچند یفتا طبق فرمایش کتاب مقدس روح خدا رو داشت میفرماید روح خداوند بر یفتا آمد بله. ولی جسمانی رفتار کرد ممنونم پس از استراحتی کوتاه با پرسش مهمانان در مورد دختر یفتا برخواهیم گشت ممنون و سپاسگزار از اینکه با ما همراه هستید بخش دوم برنامه خوش اومدید اجازه بدید بریم و پرسش مهمانان رو بشنویم سلام بر شما چه کسی سوال داره من واقعا از رفتار دختر یفتان نسبت به تصمیم پدرش شگفت زده شدم لطفا توضیح بدید درباره واکنشی که این دختر انجام داد و اینکه با توجه به این ماجرا چطور بعضی از تصمیمات و افکار اشتباه والدین میتونه دامن بچه ها رو بگیره این واقعا یه رفتار عجیب از طرف دختر اونه عکس نسبت به این تصمیم چی بود به نظر میرسه که دختر یفتا از خداوند تعلیم گرفته بود او به پدرش گفت که اطاعت میکنه و پدرش باید نظرش رو به خدا ادا کنه حرفای خیلی خوبی زد گفت پدر جان مطابق قولی که به خداوند داده ای رفتار کن مخصوصا حالا که خداوند انتقام ما را از دشمن ما یعنی امونیان گرفته است بنابراین به پدرش میگه دو ماه به من مهلت بده واقعا اطاعت از رو نشون داد انگار این دختر می گفت خدا باید جلال بیابه می فرماید او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می رویم. او از خداوند آموخته بود که چطور اطاعت کنه و ما هم باید یاد بگیریم که از خدا باید اطاعت کرد نه از انسان گاهی خدا اجازه میده ما در سختی گرفتار بشیم چیزهای عجیب زیادی هستند که ما نمیتونیم درکشون کنیم ولی باید تسلیم خداوند باشیم بله ما نمیدونیم چرا خداوند این کارو میکنه ولی خودش میدونه من همچنین میخوام نقش والدین یا نقش فرزندان رو در مواقع تصمیمات اشتباه والدینشون توضیح بدم پدر مسئول خانواده و خانه است و روش خاصی از زندگی رو به فرزندانش اعمال میکنه مثلا با چه کسی دوست باشن با چه کسی نباشن به کلیسا برن یا نرن در کنفرانسی شرکت کنن یا نه و فرزندان ممکن است تصمیمات والدینشون ناراحت بشن ولی چیکار باید بکنن ما باید بدونیم که والدین ما رو دوست دارن حتی به واسطه تعالیم و فضایی که ایجاد میکنن میخوان چیزهایی که در گذشته تجربه کردن رو با ما در میون بذارن پس فرزندان باید از والدین اطاعت کنن اما فقط در خداوند اونا از روی محبت ما رو نصیحت میکنن ولی شاید نصیحت ها و نظراتشون یه مقدار قدیمی به نظر برسه گاهی پدرها نمیتونن فرزنداشون رو درک کنن ولی با محبت رفتار میکنن بنابراین فرزندان باید مطیع والدین باشند چون انگیزه والدین محبت و ترس خدا فیض بده که همه ما فروتن و مطیع باشیم بارها اتفاق افتاده که خدا اجازه داده پسران یا دخترانمون رو پس بگیریم یعنی ما به جای اینکه اونا رو بر مذبح وقف قربانی کنیم و بگیم اراده تو انجام شود شاهد داستانهای عالی از ایماندارانی باشیم که وقتی در چنین موقعیت هایی بودن واکنشی عالی نشون دادن دوست دارم در رابطه با این نکته مطلبی رو اضافه کنم دختر یفتا میخواست سرش بلند کنه و برای نخستین بار در زندگیش بله. احساس خوبی داشته باشه چون در کودکی تمام دوران زندگیش رو در شرم به سر برده بود چرا که پدرش از خانواده خوبی نبوده و از خونه بیرونش کردن و به عنوان پسر یک روسبی بودپرست مطرود بود دوستانش هم آدمای پستی بودن حالا برای نخستین بار پدرش یک پیروزی بزرگ برای همه قوم خدا به دست آورده و با پیروزی بر دشمنان به خونه برگشته دختر یفتا برای پدرش خیلی خوشحال بود چون خداوند عاقبت نقطه پایانی بر این شرم و خجالت گذاشته بود و مردم دیگه گذشته یه خفتباری رو که داشتن فراموش میکردن و دختر یفتا بالاخره میتونه سرش رو بینه مردم و دوستانش بالا بگیره او به پیروزی پدرش افتخار می کرد حالا این شک تصور کنین در همون روز که این دختر می خواست سرشو بالا بگیره فهمید که پدرش قراره اونو به عنوان قربانی سوختنی تقدیم کنه او تک فرزند و خیلی هم جوان بود ولی تا به حد مرگ مطیع و فروتن بود من یک تشابه عالی بین این دختر و خداوند جلال میبینم یعنی یگانه پسر محبوب که تا حد مرگ مطیع بود و به خودش فکر نمی کرد بلکه به فکر دیگران بود دختر گفت این پیروزی که برای خدا و جلالش به دست اومده بسیار مهمتره و چون قوم خدا ازش بهرمند می میشن خودش متحمل درد جانکاهی میشه که فقط به خاطر پیروزی قوم خداست به نظر شما این یک سود بود یا زیان برای این دختر قطعا خداوند فداکاری اونو خیلی تحسین میکرد و مطمئنا پاداش عظیمی در آسمان خواهد دقیقا یافت دقیقا قطعا تاج حیات رو خواهد یافت تا دم مرد تا دم مرد وفادار بمانید و من به شما تاج حیات رو خواهم بخشید هفتایه نخست فصل دوازده رو میخونم و بعد استراحتی میکنیم و با پرسش مهمانان برخواهیم گشت فصل دوازده آیات یک تا هفت مردم افرایم برای جنگ آماده شدند آنها از رود و اردن به سمت زفان گذشتند و به یفتاح گفتند چرا وقتی که به جنگ امونیان رفتی از ما دعوت نکردی که همراه تو برویم حالا ما خانت را بر سرت آتش میزنیم یفتاح گفت روزی که من و همراهانم با دشمنان در جنگ بودیم از شما کمک خواستیم اما شما به کمک ما نیامدید بنابراین من جان خود را به خطر انداخته به جنگ امونیان رفتم و با کمک خداوند آنها را شکست دادم حالا آمده اید و با ما دعوا می کنید آنگاه یفتا مردان جلعاد را جمع کرد و با افرایم جنگیدند و افرایم را شکست دادند مردم افرایم یک بار گفته بودند شما فراریان افرایم هستید که در بین افرایم و منسی زندگی می کنید مردم جلعاد گذرگاه های رود اردن را به روی افرایم بستند و اگر یکی از فراریان افرایم میخواست از رود عبور کند نگهبانان جلاد میپرسیدند تو افرایمی هستی؟ اگر می‌گفت نی نیستم آن وقت نگهبانان میگفتند بگو شبولت اگر به عوض شبولت می‌گفت صبولت یعنی کلمه را به درستی تلفظ نمیکرد، آن وقت او را می‌کشتند در آن وقت چهل و دو هزار نفر از مردم افرایم کشته شدند یفتاح مدت شش سال حاکم اسرائیل بود وقتی مرد او را در یکی از شهرهای جلاد به خاک سپردند بله بینندگان عزیز استراحت کوتاهی میکنیم و باز با پرسش مهمانان برخواهیم گشت بخش سوم برنامه خوش اومدید اجازه بدید بریم و به پرسش مهمانان بپردازیم بفرمایید چه کسی سوال من یک سوال دارم بفرمایید از آیاتی که شما خوندید متوجه شدیم مردان افرایم بسیار بد رفتار بودند زمانی نسبت به جدون و بعد نسبت به یفتاه دلیلش چی بود بله قابل توجهی که مردان افرایم قبلا هم با جدون رفتار خشن و بدی داشتند حالا اینجا هم با یفتا همون رو دارن چرا اونا شدیدن یفتاه رو سرزنش و متهم کردن که چرا در وقت جنگ با امونیان از اونا کمک نخواسته بود همین کار رو با جد اون هم کرده بودن و بهش گفتند چرا به ما خبر ندادی که باهات به جنگ مدیان بیاییم کتاب مقدس درباره مردان افرایم فرموده که اونا قوم بسیار بزرگی بودن بنابراین خودشون رو در ارزش و تعداد خیلی برتر میدونستن و فکر میکردن نام و قدرت بزرگی دارن و در هر موفقیتی باید سهمی داشته باشند. اونا نمادی از حسادت جسمانی در حوزه های معنوی و روحانی بودند و این تأسف برانگیزترین چیزه. حسادت روح رو تلخ میکنه چون دیگران چیزی رو دارن که من ندارم و بقیه موفق تر از من هستن. پس همه توجهات و تحسین رو برای خودشون میخوان. مغرور هستن در حالی که کسی چیز خوبی درباره اونا نمیگه هرچند خیلی بزرگ هستن این دیدگاه مردان افرایم در شیوه رفتارشون با جدعون و یا با یفتاه بود حقیقت اینه که تنگ نظری و حسد در کلیسای خداوند رایجه تا همین امروز برادر مهم متاسفانه همینطوره در حوزه خدمت روحانی وقتی من می بینم خداوند از دیگران استفاده میکنه و از طریق اونا دستاوردهایی داره به جای خوشحالی در درونم احساس تلخی بیدار میشه ولی برعکس این باید اتفاق بیفته اگه من چنین احساسی دارم باید خودمو داوری و محکوم کنم در مقابل باید شاد باشم که خدا دیگران رو به کار میبره و کارهای عظیمی رو از طریق اونا انجام میده کار خدا سمره میاره و جانهای زیادی به سوی خدا برمیگردن حتی اگه خدا از من استفاده نمیکنه برای همین هم باید خوشحال باشم پولس در فیلیپیان دو به ایمانداران این درس عالی رو تعلیم میده و میگه هیچ عملی را از روی همچشمی و خودخواهی انجام ندهید بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید این یعنی من نباید خودم و اعمال خودم رو به عنوان شخصی که جانها رو سید میکنه و خدمت میکنه ستایش کنم مرتا گفت که به تنهایی داره خدمت میکنه ایلیا هم همینطور من تنها نبی خدا هستم که باقی مانده ظاهرا نمیتونه شخص دیگری رو در این حوزه ببینه خدا این رویکرد رو دوست نداره خدا انسان فروتنی رو دوست داره که خودشون رو انکار میکنن و برای کار خدا از طریق دیگران شادی میکنن پولس برادرانش رو شریک خدمت خودش میکرد و میگفت من کاشتم آپولوس آبیاری کرد ولی اصل کار یعنی رشد و با خداست پولس تیموتائوس و سیلوانوس همه ما در یک کشتی هستیم من یک کار و برادرم یک کار دیگه انجام میده و شاد میشم وقتی میبینم خدا از دیگران استفاده میکنه به جای اینکه احساس تلخی نسبت به اونا داشته باشم پس یعنی حسادت در دل مردان افرایم بود و همین باعث شد که اون رفتار بد رو با جد اون و یفتاه داشته باشن دقیقا برادر صفت مردان افرایم دوچاره اشتباه شدن ولی یفتا هم اشتباه دیگه ای کرد ممکنه برادر من اشتباهی بکنه ولی من باید عذرش بپذیرم کسانی هستن که چشم دیدن موفقیت دیگران رو ندارن اونا بسیار حساسن و البته حسود. وقتی یفتا پیروز شد اونا سرزنشش کردن ولی خب واکنش یفتا هم خیلی خشن بود. تفاوت عمیقی بین واکنش جد اون و واکنش یفتا هست. توصیه ما به بینندگان گرامی اینه که همراه با ما یک مقایسه بین فصل هشت کتاب داوران و بخشی رو که از فصل دوازده خوندیم انجام بدن ببینن که چطور این حاکم بزرگ یعنی جد اون با متانت واکنش نشون داد. نسبت به همون مردم و در همون موقعیت جدون با رویدادهای مشابهی روبرو بود افرایم نسبت به جدون دشمنی وردیدن و اینجا افرایم با یفتا هم مخالفت و دشمنی کرد ولی جدون چیکار کرد و یفتا چیکار کرد ما باید مثل جدون واکنش نشون بدیم یا مثل یفتا مردم افرایم به جدون گفتند این چه کاری بود که با ما کردی چرا وقتی به جنگ مدیانیان رفتی ما را خبر نکردی پس او را با خشم بسیار سرزنش نمودند ببینین جدون شبیه امثال پانزده چه پاسخی میده؟ جواب نر خشم را فرو می نشاند جدون چی گفت؟ آیا خوش چینی افرایم از میوه چینی عبی ازر بهتر نیست؟ کار شما در پایان جنگ به مراتب مهمتر از کار ما در شروع جنگ بود و این یعنی هیچی منظور جدون اینه که زباله اونا بهتر از چیزهای عالی در خونه پدرشه می فرماید زیرا خداوند به شما کمک کرد که دو سردار مدیانیان یعنی قرا و زب را دستگیر کنید کار شما در پایان جنگ به مراتب مهمتر از کار ما در شروع جنگ بود با این سخن جدون آنها آرام شدند هرچند مردان افرایم با خشونت و شرارت به طرف جدون اومدن ولی وقتی پاسخ نرم و کلمات ملایم جدون رو شنیدن که داشت اونا رو تحسین میکرد خشمشون فروکش کرد ولی در داوران دوازده یفتا هم با درشتی و سختی واکنش نشون داد به یفتا گفتن چرا وقتی که به جنگ امونیان رفتی از ما دعوت نکردی که همراه تو برویم حالا ما خانه ات رو بر سرت آتش میزنیم پاسخ یفتا چی بود؟ روزی که من و همراهانم با دشمنان در جنگ بودیم و شما کمک خواستیم اما شما به کمک ما نیامدید منظورش اینه که آدم سهلنگار یا ناتوانه نیست ممکنه برادر من اشتباه کنه بنابراین من باید عضرش بپذیرم و اونو ببخشم نه تنها برادرم اشتباه میکنه بلکه منم همینطور این درگیریها با کلمات شروع میشن و به احتمال زیاد دلیل اصلی بیشتر جنگ ها همین اتهام متقابله اینجا جنگ بین برادرها در میگیره و چهل و دو هزار نفر کشته میشن اونم فقط به خاطر اتهام زدن به همدیگه زدن به هم دیگه. کلیسای خدا نباید این طور باشه همونطور که برادر محفن فرمودن خدا به ما کمک کنه و تمایز ما با, با بقیه انسان چیه؟ مسیح فرمود اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید در اینجا یفتاح با مردان افرایم در افتاده بود درست مثل امونیان که دشمنش بودند بله. و خدا رو نمیشناختند در حقیقت این یک اشتباه وحشتناکی که من با برادرانم وارد جنگ بشم حتی اگه اونا دچار ضعف و نقص باشن و ناشایست رفتار کنن به پایان این قسمت رسیدیم من از این مطالعه جالب و غنی خیلی لذت بردم و اطمینان دارم که مهمانان و بینندگان همچنین احساسی دارند خدا شما رو برکت بده به امید دیدارتون در قسمت بعدی برای ادامه مطالعه سپاس گذارم از شما مهمانان هم ممنونم ما بررسی رو در قسمت بعدی ادامه خواهیم داد ممنونم ما درباره اوبسان چی میدونیم و نقش او در رهایی قوم خدا چی بود درباره ایلون و عبدون که پس از اوبسان داور شدن تا قوم خدا رو نجات بدن چه اطلاعاتی داری؟ قانون نزیره چیه؟ و شخص نزیره برای وقت خدا شدن چی کار میکنه؟ چرا فرشته خداوند با مادر سامسون صحبت میکنه و نه با پدر سامسون؟ چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه هم کلام تو برترین است تسلی قلب من نوری بر من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد در و رنج و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و من است کلامت خدا رد ابدی و است تمامی کلامت